چرا به ایران کار دارن چرا دانشمندای ما رو میزنن چرا انقدر تحریم کردن ما رو چرا انقدر حساسیت در مورد هسته ای ایران وجود داره هیچ وقت این سوال حکومت نخواسته پاسخ بده من بهتون پاسخ میدم برای اینکه ما رسما و علنا اعلام کردیم که ما میخوایم اسرائیل نابود بکنیم چجوری جوری ها بیان نگاه بکنن در روز روشن ببینن یه کشوری داره به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا میکنه کشوری که اعلام کرده من میخوام تو رو نابود بکنم و بیاد ساکت بشینه و کاری نداشته باشه این سیاست رو که من میخوام اسرائیل نابود بکنم اینو رسما بذار کنار نه تحریم خواهی شد نه دانشمنداتو میزنن نه تنها تحریمت نمیکنن بلکه آژانس بین انرژی اتمی همون کمک که به کشورهای دیگه میکنه به شما میکنه علاقه من اینه مردم کشور من پنج هزار تا کودکشون رو در یک ماه زیر بمباران از دست ندن من اینو میخوام و نیاز به قدرت دارم برای این من نیاز دارم به اینکه از خودم دفاع بکنم من قبل از اینکه هیچ حرف هسته ای بزنم تحریم شدم و هرگز تحریم من لغو نشده دکتر میگن اگر ما بچه های خوبی بودیم و بوس میدادیم اونا هم بغلمون میکردن ما خیلی بوست دادیم ما سر افغانستان بوست دادیم ما سر عراق بوست دادیم ما سر القاعده بوست دادیم ما سر داعش بوست دادیم ژنرال ما رو ترور کردن رئیس جمهورشون دستور ترور ژنرال ما رو داد مستقیما من نیاز به بقا دارم آقای دکتر راه حل شما برای بقای کشور من چیه عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان آزاد همچنین مهمانان عزیز جناب دکتر صادق زیوا و جناب آقای کوروش خیلی ممنون که به آزاد تشریف فردید خیلی لطف کردید و واقعا خوشحالیم خب با توجه به اتفاقات اخیر و شرایط منطقه بحثی که الان خیلی داغه و متاسفانه در جریان جنگ فلسطین و اسرائیل خب جریان فلسطین و اسرائیل از زوایای مختلفی قابل پرداختن بهش هست چه دینی، چه تاریخی، چه سیاسی اما موضوعی که ما قصد داریم با شما عزیزان در این مورد گفتگو کنیم این که حالا به صورت مشخص آیا حمایت ایران از فلسطین از لحاظ ملی قابل دفاع هست یا نه برای ورود به این بحث یه سالی مقدمتا عرض می کنیم. حالا هر دو عزیز در مورد فلسطین کتاب نوشتن گفتگو کردن گفتگوهایی هم سابق داشتن بذارید یکم عینی تر باشه گفتگومون و سوالم اینطور سوال میپرسم آقای زیبا کردم شما جاهای مختلف گفته بودید که اسرائیل ستیزی ایران باید مورد تایید مردم باشه یعنی مردم باید تایید کنه سال من به طور مشخص اینی که حالا بحث ما بحث منافع ملیه آیا رأی مردم و تصمیم اونها در تعیین منافع ملی نقش داره فرض کنید یه نفر حالا این مسئله من نیست یا موضع من نیست این اشکال رو میگیره که میگه آقا مثلا مسئله فلسطین و اسرائیل که دخالت ایران یا نقش ایران میتونه در آینده بحث کریدورها رو داشته باشه از لحاظ اقتصادی به نفع مردم باشه ولی شما بیای از مثلا عموم مردم رفراندوم بگیری آیا دوست داری در مسئله فلسطین و اسرائیل ایران دخالت کنه یا نه مثلا فرض کن بگن نه حالا مثلا اون بگه آقا مردم عامه از کجا میدونن که این سطح دانش و سواد رو ندارن که شما اصلا این سال رو براشون مطرح کنید اینکه مثلا آقای زیبا الان گفته اسرائیل سیتیزی باید مورد تایید مردم باشه ما که نمیتونیم هر مسئله ای که در مورد منافع ملیه بیایم با مردم به اشتراک بذاریم یا بالعکس یکی میگه آقا مثلا مردم نمیدونن چقدر حمایت به فلسطین برای ایران هزینه مالی داره شاید تحت تاثیر مثلا رسانه ها دوست داشته باشن حمایت کنن این پرسش اولو میخواستم خدمت شما داشته باشیم و بعد جناب آقای علیانی. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای کوروش علیانی فکر کنم بار دوم یا سوم باشه که من این افتخار داشتم که هم صحبت با ایشون باشم و به همه خانم ها و آقایونی که برنامه رو بعدا مشاهده خواهند کرد ببینید سوال شما به دو بخش تقسیم میشه. بخش اولش این که استناد میکنید به اون چه که به نقل از من گفتین که آیا حالا ستیز با اسرائیل باید مورد تایید اکثریت مردم باشه. این بخش اول پرسشتون بود. بخش دومش این بودش که خب شاید خیلی از مردم حالا نگیم صلاحیت بگیم دانش این که چنین چنین سیاست خارجی به نفع مملکت هست در بلند مدت یا نه ممکن چنین دانشی رو نداشته باشن این کلا سوال شما بود قسمت اولش که سوالتون اشتباه بوده از, از, از من یعنی یعنی اه 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 یعنی اون چیزی که من گفتم این نبوده که شما گفتید اون چیزی که من گفتم این بوده که جمهوری اسلامی یک سیاستی رو در قبال اسرائیل پیش گرفته یه شعاری رو مطرح کرده و بهش هم پایبند بوده فقط شعار نبوده تا اونجایی که میتونسته و براش مقدور بوده در جهت تحقق این شعار هر کاری از دستش برمیومده تو این چهل و چند سال کرده و اون شعار این بوده که اسرائیل باید نابود بشه البته برخی از مسئولین جمهوری اسلامی وقتی تو تنگنا قرار گرفتن گفتن نه ما نگفتیم اسرائیل باید نابود بشه ما گفتیم اسرائیل نابود خواهد شد جمله رو مجهول به کار بردن اسرائیل نابود خواهد شد و توسط خود مردم فلسطین اینها اون چی که من گفتم این بوده که و پاشم وایسادم یعنی انکار نکردم به همین خاطر از دانشگاه آزاد اخراج شدم به همین خاطر بازنشستگی خلاف تمایل خودم شدم یعنی بههاشم پرداختم سوال من این بوده که چه کسی این رسالت و مأموریت رو که جمهوری اسلامی ایران باید اسرائیل رو نابود بکنه این رسالت کی به شما داده این رسالت کی به جمهوری اسلامی داده مجلس شورای اسلامی داده قانون اساسی جمهوری اسلامی داده شورای امنیت داده مجمع عمومی سازمان ملل داده اتحادیه جهان عرب داده فلسطینیا دادن سازمان کنفرانس اسلامی 52 کشور اسلامی دادن همه پرسی شده کی این رسالت رو به جمهوری اسلامی داده که جمهوری اسلامی تو الا و باید وظیفه داری که اسرائیل نابود بکنی پرسش من این بوده و, و این فقط پرسش نیست بلکه بلکه مشخص است کسی که این پرسش داره مطرح میکنه به شدت مخالف این شعار هستش یعنی حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند اسرائیل رو نابود بکنم من مخالف این هستم که جمهوری اسلامی بیاد و اسرائیل رو نابود بکنه این بوده پرسش که من مطرح کردم و حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم که آیا نظر درست غلط حق با جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی رسالت داره که اسرائیل نابود بکنه اینها اما در مورد قسمت دومش که شما گفتید که مردم چگونه می توان انتظار داشت که همه مردم علم و آگاهی داشته باشند که آیا این کار باید صورت بگیری یا نباید صورت بگیری چون به هر حال یه امر تخصصی هستش این چیزی که شما دارید میگید یکی از بنیادی ترین پرسش هایی هستش که در دموکراسی مطرح میشه که آیا عامه مردم اولین بارم افلاتون اینو مطرح کرد که اینکه ما میگیم مردم انتخاب بکنن یک یک استاد دانشگاه بیاد یه رأی داشته باشه و یه کارگر عمله هم یه رأی داشته باشه این, این،, اسمش دموکراسی اساسش همینه دیگه اساسش این هستش که هر نفر یک رأی و انتخاب من با, با اکثریت باشه یکی از اولین کسانی که اینو برد زیر علامت زیر سوال افلاتون بود گاخه چجوری میشه که توی جامعه یه فرد فرهیخته و عالم یه رأی داشته باشه یه فرد عامی بی سواد که باید انگوش بزنه اونم یه رأی داشته باشه این, این 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 اینو قبول نکرد ببینید بخش دوم پرسش شما مربوط به این میشه این 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 هستش یه همچی چیزی مطرح هستش و بنا نیستش که بنا نیستش که در جوامع دموکراتیک هم اینجوری نیستش که مردم منظما برن پای صندوق و بگن که این کارو باید بکنیم این کارو نباید بکنیم نمایندگان و برگزیدگان مردم میان و میان و یه سیاستی را اعمال میکنن نمایندگان و برگزیدگان مردم کی هستن رئیس جمهور هست نخست وزیر هست قوه مجریه هستش که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده نمایندگان مجلس پارلمان که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده اونا هستن که تصمیم گیری میکنن و, و تو جوامع دموکراتیک هم نمیان تو نروژ نمیان از مردم بپرسن که ما چه سیاستی رو باید در قبال فلسطین یا اعمال بکنیم ما چه سیاستی رو باید در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکنیم حکومتشون اعمال میکنه که اون حکومت منتخب مردم هستش و, و مجلسشون انتخاب میکنه که اون مجلس یعنی شما میاد یه نفر انتخاب میکنید با علم به اینکه او او از شما شایستگی بیشتری داره توی امور چه میدونم اقتصادی تو امور سیاسی تو امور اجتماعی و شما عملا به او وکالت دادید که او تصمیم گیری بکنه اگر هم شما در نهایت حق انتخاب با شما هستش اگر هم شما با سیاست ها مخالف باشید چهار سال بعد یا پنج سال بعد دیگه بهش رأی نمیدید به یه گروه دیگه به یه حزب دیگه به یه شخص دیگری میایید رأی میدید این همه پاسخ به پرسش دو قسمتی شماست سلام دوستان من مهدی احمدی مدیر مجموعه آزاد و میخوام در مورد اینکه آزاد چطور کار میکنه و حمایت های شما چجوری به ما کمک میکنه که این فعالیت رو به صورت مؤثر و پایدار ادنام بدیم با شما نکاتی رو در میون بذارم خب هر مجموعه مثل ما دو بخش هزینه داره بخش اول هزینه های نیرو شه و بخش دوم هزینه های مثل اجاره استدیو تامین تجهیزات و موارد مشابه خب ما بخش اول رو از طریق درآمدهای یوتیوب تامین میکنیم ولی بخش دوم نیاز به حمایت شما داره ما تو کمپینی که اخیراً برای تامین اجاره استودیو داشتیم بخش عمده اون رو تونستیم از طریق حمایت های شما تامین بکنیم ولی باقی مونده هزینه اجاره استودیو و همینطور تامین تجهیزات نیاز به حمایت شما داره که ما هم برای حمایت های ارزی و هم برای حمایت های ریالی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور لینکاشو تو دیسکریپشن گذاشتیم از اونجایی که این هزینه هزینه‌های هزینه هزینه ثابت ماهیانه هست شما میتونید تو برنامه حمایتی ثابت ماهیانه تو بخش جزئی کنار ما قرار بگیرین و کمک بکنید که این هزینه ها رو تأمین بکنیم این حمایت شما کمک میکنه که ما بتونیم این فعالیت رو پایدار و مستمر ادامه بدیم اگه اینطور باشه خب خیلی هم میگن که در این چند سال مردم در راه روز قدس مثلا انزجار خودشون از فلسی... قبول از دارم علمان... قبول دارم قبول دارم خیلی از کسانی که خیلی از کسانی که ایراد میگیرن به نظر من میگن چشم تو واکن مگه کوری بیا راهپیمایی روز قدس رو نگاه کن من قبول دارم که یه درصدی از مردم میآیند و در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند ولی سوال آیا شما اجازه داده اید کسانی که مخالف نگاه جمهوری اسلامی باشن اونا هم بکنن خیر شما کجا همچین اجازه ایری دادید شما فقط و فقط در جمهوری اسلامی به کسانی اجازه راه میدید به کسانی به اجازه اظهار نظر میدید که موافق نظر و حکومت باشه شما کی در این 45 سال اجازه دادید که به آدمایی که مخالف نظر حکومت در رابطه با عرب اسرائیل هستند یا یا نابودی اسرائیل هستن شما کی بهشون اجازه دادید که بیان راه به امایی بکنن یه جا جمع شن برن تو به زهرا که هیچ خطری هم متوجه نه مغازه بشه نه سطل زباله بشه نه بگن آشوب میشه نه بگن فتنه میشه اینا بیان برن تو به زه... ب... بگن آجون تمامی کسانی که مخالف نظر جمهوری اسلامی هستن که اسرائیل بعد نابود بشه بیان روز جمعه عصر جمعه بعد از ظهر بیان برن تو به زهرا جمع شن کردین این کارو غیر شما فقط و فقط به کسانی که موافق نظر خودتون هستن اجازه راهپیمایی میدید به علاوه به علاوه جمعیت تهران گفته می شود که در روز جمعیت تهران حدود 13 میلیونه در شب حدود 12 میلیون دو میلیون میرن کرج و میرن پاکدشت و میرن این جاهایی نمیتونن تهران زندگی بکنن بالا بودن هزینه مسکن از این 12 میلیون از این 10 میلیون چند درصدشون تو راهپیمایی روز قد شرکت کردن اگه ده درصدشون هم خواسته باشن شرکت بکنن ده درصد ده میلیون میشه یه میلیون شما اجازه یه میلیون اومدن تو این قضایه های اخیر با اینکه ما در مقابل چشمانمون داریم میبینیم که چه ای در قضیه داره اتفاق میفته ولی شما حتی نتونستید میدون فلسطین رو پر از جمعیت بکنید در حالی که تو نیویورک صد نفر دیویس هزار نفر اومدن تو آلمان چقدر اومدن تو نمیدونم جاهای دیگه چقدر اومدن تو ترکیه چقدر اومدن ولی تو جمهوری اسلامی تو اوج این ماجره ها الان چهار تا جمعه گذشته از, از این عملیاتی که اسرائیلیا دارن تو فلسطین انجام میدن از این جنایاتی که اسرائیلیا دارن تو فلسطین انجام میدن تو تو غزه دارن تو نوار غزه دارن انجام میدن شما حتی 50000 نفر نتونستید تو میدون فلسطین جمع بکنید بنابراین از این بابت هم شما نمیتونید خیلی پرچم بگیرین دستتون رو بگین که مردم اینو میخوان اینو نه کجا مردم اینو میخوان مردم اگه اینو میخواستن لاقل میمدن توی تظاهرات شرکت میکردن البته به این حرف شما اشکال وارد از سمت منتقدان اشکالش هم حالا برای اینکه بحث دو نفر نشه ما بریم سر آقای, علیانی آقای و نظرشون ایشون این سال بدونیم دوباره برمیگردیم به شما خواهش میکنم ممنون شما ما توی لحظه های زیبایی از تاریخ ایران هستیم زیبا و غم ما در یک فشار اقتصادی بسیار شدید ناشی از تحریم ها ناشی از سوء مدیریت و چیزهای شبیه اون هستیم تک تک آدم ها دارن رنج این فشار رو احساس میکنن ما بیش از یک سال از اعتراضاتی که با مرگ محصا امینی آغاز شد میگذره در این دوره خود اعتراض نشان دهنده نوعی از بلوغ ملی روند تغییر شیوه های بیان در این اعتراضات نشان دهنده نوعی از بلوغ روند تغییرات روند مواجهه با اعتراضات هم به نظر من نشان دهنده نوعی از بلوغه یعنی آنچه که ما در محسا امینی دیدیم به عنوان اینکه تا زمانی اصلا کسی خودش رو ملزم به پاسخگویی نمیدید در آرمیتا گراوند دیدیم که به شکلی از پاسخگویی منجر شد که در زمان محسا امینی چون این چیزی نبود از اون طرف میبینیم اعتراضات محدودتر مشخصتر هدفگیری شده تر و معقول اینانشون اینا نشانه های یه بلوغ ملی در گروه های مختلف یعنی اینطور نیست که من بگم مثلا معترضان بالغ شدند طرفداران حاکمیت بالغ نشدند یا برعکس نه اینا همه نشانه های خوبی هن. اما عرض کردم قننگیز هم هستن این حد از اختلاف نظر این حد از مشکلات اقتصادی و چیزهای دیگه اینا قننگیز هم هستن امیدوارم آخرش اتفاق خوبی بیفته این برای اینکه نشون بدم ما تو وضعیت طبیعی نیستیم اما اینکه بیان بگیم که خیلی خب مردم نیاز به قیم دارن هر چیزی رو مردم نمیتونن نظر بدن حالا آقای دکتر به افلاتون و در پس زمینه به ارسطو مثلا اشاره هایی کردن آدم های بامزه تر از اینها بامزه نباید میگفتم جالب دوست داشتنی تر از اینها هم در اون زمان ها هستن مثلا یک نمایشنامه نویس رومی هست به اسم ترنس به نظر من این توی یک جمله از یکی از نمایشنامه‌هاش که خیلی هم معروفه یه جور زربال مسئله توی زبان های اروپایی مبنای دموکراسی رو خیلی خوب گفته ترنس میگه که من انسانم و هیچ امر انسانی با من بیگانه نیست ببینید یه ده هستن اقتصاد خوندن یه ده هستن مثلا یا سیاست خوندن یا روابط خوندن یا هر چیزی خب اینا دانا هستند اما منم که حافظ منافع خودمم حتی اگر سواد ندارم این مبنای دموکراسی به همین دلیل دموکراسی یونانی خنده داره چون میگه مردان حافظ منافع خودشون باشن اما زنان نباشن اینا ایالن خب هنوز دعوای ما در دموکراسی بر سر اینه که ما ایال نیستیم ما اگر زنیم اگر سیاه پوستیم اگر فقیریم اگر جهان سومی سو هستیم ما ایال نیستیم ما حق داریم از منافع خودمون به اندازه یک رأی دفاع بکنیم اگر مردم ناآگاهن و شما آگاهید خیلی خوبه این گوی و این میدان سعی کنید مردم را آگاه کنید اما اینکه بگید چون مردم ناگاهن نا من به جاشون تصمیم میگیرم این دقیقا آغاز چیزی است که بارها تجربهش کردیم و پدر جهان رو در آورده نه فقط پدر افراد یا جامعه پدر کل جهان داره. این یه سمت ماجرا سمت دیگه این ماجرا رایش سوم با دموکراسی بالا اومد ما باید راهی برای مهار خطا در انتخاب دموکراتیک داشته باشیم و این مهار شدنی نیست مگر از جانب خود ملت یعنی مردم باید حق داشته باشن به همون که رأی دادن رفت بالا به همون رأی بدن بیاد پایین این خیلی مهمه جوامع حالا بگیم غربی بگیم کاپیتالیستی هر چیزی که دوست دارید اسمش بذارید یه راه حل پیدا کردن برای دموکراسی بعد از رایش سوم گفتن دموکراسی باید دموکراسی محدود باشه دموکراسی متحد باشه مثلا لیبرال دموکراسی باشه بر همون الگو اومدن ساختن گفتن مثلا دموکراسی دینی مردم سالاری دینی خب این یک راه حله ولی به نظر من به گمان من راه حل پیشرفته تر اینه که مردم بتونن همونطور که بالا میرن میبرن همونطور پایین بیارن اگر بخوایم این دموکراسی واقعی بشه حتما یکی از چیزایی که مهمه اینه که صدا عادلانه توضیح بشه رسانه ها عادلانه توضیح بشن همطور که ثروت و قدرت عادلانه توضیح نشده رسانه هم عادلانه توضیح نشده و اینا همدیگر رو تشدید میکنن خب پس ما یک فرم دموکراتیک نیمبند در جهان فراهم کردیم در قسمت های از جهان و تا رسیدن به آنچه که دموکراسی است خیلی راه داریم و پس از اینکه رسیدیم به آنچه که دموکراسی است به بهشت نمیرسیم به دروازه جهنم میرسیم از توی جهنم اومدیم تا دم دروازه بعد از اون تازه راههای دیگه داریم این ماجرای دموکراسی من کاملا موافقم که مردم باید نظر بدن و نظرشون اعمال کنن آقای دکتر درست گفتن مکانیزم های مختلف و متنوعی برای نظر دادن مردم هست در نظام دموکراتیک مردم میتونن مستقیم رای بدن میتونن از طریق نمایندگان مجلس رای بدن میتونن مثلا از طریق رای دادن به قوانین بالادستی که بعد اون قوانین دیگه ازش هم. همه این روش ها وجود داره اما اینکه چه کسی مأموریت نابودی اسرائیل رو به ایران داده هیچ کس هیچ کس آی دکتر اشاره کردن که این جمله رو بعدا اومدن فعلش رو مجهول کردن اسرائیل باید از صحنه این روزگار محو شود هم فعلش مجهوله خب ولی ما که نمیخوایم بر زبان و بازی زبانی و کلمه بازی و اینا که ماجرا چیز دیگری است ماجرا اینه که یکی اینجا نشسته و گفته که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود و یه آدم معمولی نبوده رهبر یک کشور بوده خب چند تا اسرائیلی رو ما ترور کردیم چند تا عملیات داخل اراضی اشغالی یا داخل آنچه که مسببه های سازمان ملل بهش میگن اسرائیل ما انجام دادیم خب در بعد و انقلاب که نبوده این ترور خواستم ایران تا 45 سال ما چند تا از این کارا کردیم صفر چند تا آدم به لحاظ ردبندی اجتماعی یعنی نمیخوام تب ایزامیز نگاه کنم ولی به لحاظ ردبندی اجتماعی چند تا آدم مؤثر تو حالا اصطلاحی که به کار میبرم و من دوست ندارم نخبه است چند تا نخبه تو رو تو پایتخت تو رو کردن دست کم پنج تا گزارش رسمی میگه 5 تا و همونطور که میدونیم مثلا اگه خوابگاه شیراز رو اضافه کنیم اون یکی اضافه کنیم اون یکی اضافه کنیم تا 8 تا 10 تا 8 تا ممکنه بالا بره خب بنابراین به نظر میاد من چه به این دلیل که نگر نباشت داری زنگ دیگه چیز خواستی نیست نه این آلارمش بود آره. زنگ چیز نبود ما چه به این دلیل که اصلا کاری نکردیم چه به این دلیل که ما ایرانی هستیم و حافظ منافع ایرانیان هستیم سوال درستمون باید این باشه چه کسی به اسرائیل مأموریت نابودی جمهوری اسلامی ایران رو داده مضاف بر اینکه به نظر میاد اسرائیل قبل از انقلاب 57 هم تلاش هایی برای دست کم تضعیف ایران کرده بنابراین سوال حتی درستتر میتونه این باشه چه کسی به اسرائیل مأموریت داده که یک کشور قوی این منطقه رو تضعیف بکنه من یه انسانم انسان یک وظیفه خیلی خیلی جدی داره بقا کشور من هم 83 میلیون وظیفه بقا داره ما مجبوریم زنده بمانیم در برابر موجودیت عجیبی که 300 تا کلاهک هسته دست کم بین 300 تا 400 تخمینه گذشته زیر دستش هر لحظه که دلش بخواد دکمه قرمز رو فشار میده همین الان دارید میبینید مدرسه اسامت ابن زید دیدید دیشب زد یه سری بچه رو کشت در برابر چنین موجودیتی من حتما وظیفه بقا دارم آقای دکتر آقای من دکتر نیستم آقای سن. علیانی ببخشید خب یکی اینجا میپرسه که باشه منم میخوام بقا پیدا کنم اما فقط ایران که دانشمند ای نداره پاکستان هم دانشمند ای داره هند هم داره چرا اسرائیل میاد دانشمند حفظی ایران رو وظیفه من توضیح درست یا غلط بودن به جا یا نابجا بودن موثر یا غیر موثر بودن سیاست ها و استراتژی های اسرائیل نیست وظیفه من زنده ماندنه ممکنه به دلیلی که اصلا بر من آشکار نیست اسرائیل به من حمله کرده باشه وظیفه ای من این نیستش که اونجا فیلسوفانه دست زیر بزنم مثل مجسمه رودن و شروع کنم توضیح دادن که به این دلیل اسرائیل وظیفه ای من اینه که از خودم دفاع کنم خب وظیفه من شخص من راجع به حتی صحبت نمی کنم. من وظیفه‌مه که زنده بمونم آقای دکترم فکر می‌کنم وظیفه‌ش اینه که زنده بمونن جناب علی هم همین طور نتانیاهو هم وظیفه‌ش اینه که زنده بمونه ماجرا اینه من گلوله‌ای به سمت نتانیاهو شلیک نکردم گلوله‌ای به سمت آدم‌هایی که نتانیاهو اسمشون رو گذاشته ملت اسرائیل هم شلیک نکردم شلیک نکردم حالا میگید پروکسی باشه اونام پروکسی دارن اونام شلیک کردن پروکسی ما هم شلیک کردیم پروکسی تا اینجا این به اون در بگذاریم که اول کی شروع کرده اصلا وارد این داستان نشیم ببخشید این میکروفون من دستم میگیره بهش امیدوارم صدا رو مخدوش نکنه ولی آنچه که عجیبه حضور عامل اسرائیلی در کشورت و ترور هاست آنچه که عجیبه استکسنت که ممکن بود به یک جور انفجار نه چندان بزرگ هسته‌ای در کشورت بیانجامه آنچه که عجیبه فلیمه که همین خطر رو ایجاد میکرد و عجیبتر از همه اینا اینه شما اگر که مثلا فرض بفرمایید بیان بگن که خدای نکرده زبونم لال علی دایی رو یک آرژانتینی در تهران ترور کرده چه خشم و خروشی در جامعه میبینید؟ پنج تا آدم های لول شما تا پرنگ شما چی بگم بهش اینجا ترور کردن و این خشم و خروش رو یعنی به نظر میاد وضعیت عادی نیست حالا دلیل میشه که من به جای مردم تصمیم بگیرم هرگز ولی دلیل میشه که من تلاش کنم به مردم بگم آقا این وزادی نیست دا عزیزان یه رو داره میزنه و شما اصلا ناراحت نیستید این این وزادی نیست آنچه که آی دکتر در مورد حاکمیت گفتن حتما هر وقت حاکمیت اومد اینجا که منو آدم نمی کنه. من آدم حساب نمیکنه آقای دکتر من آدم حساب میکنه و با اون صحبت کرد ما باش حرف میزنیم ازش میپرسیم اما من پاسخگوی حاکمیت نیستم من پاسخگوی مواضع خودم اینکه اون داره میزنه دلیلش بر این نبود که دشمن تراشی از سمت ایران شکل گرفت برای همین من قبل از پنج و هفت اشاره کردم دوست دارید دیتیل کنیم میکنیم نه پس دوباره برمیگردیم آقای دکتر موضع شما در این خصوص چیه پسرم اسم تو به من بگو اول علی رضا علی رضا علی رضا جان شما یه سوال بسیار بسیار مهم و کلیدی از آقای علیانی عزیز کردی که من دوست دارم فرض بگیرم که شما این سوال رو از من کردی مثل دخترایی که منتظرم به هر حال پسر مورد علاقه شون تو محل بیاد خواستگاریش چرا دانشمندان ما رو زدن دانشمندان هسته ما رو ببینید شما شما یک نظریه رو داری مطرح میکنی که دشمنی اسرائیل با ایران و ایرانیا هستش این من فکر میکنم در حقیقت خمیرمایه اون اسرائیل بعد نابود شود شما هستش میگه حالا ایشون میگه که آقای علیانی میگن که قبل از انقلابم بوده حالا احتمالا تو دو دور بعدی توضیح خواهند دادش که اسرائیلیا چجوری قبل از انقلابم با ملت ایران و مردم ایران دشمنی داشتن سوال شما این هستش که چرا دانشمندان هسته ی ایران ببینید پاسخش پاسخش هیچ وقت در ایران خیلی جدی داده نشده به خصوص خود نظام خود حکومت فقط حکومت اومده مظلوم نمایی کرده که ببینید دانشمندان هسته یه باره میزنن ببینید آقای زیبا کلام کور شده چش تو واکن ببین دانشمندان هسته یه باره میزنن ولی هیچ وقت نگفته که چرا دانشمندان هسته یه باره میزنن اساسا چرا اینقدر مخالفت با برنامه های هسته ای هست ما چیکار داریم میکنیم ما میگیم که فعالیت های هسته ما صلحآمیز هستش این چیزیست که ما همواره گفتیم ما دنبال بمب و موشک و با با فلان اینا نیستیم سلاح های هسته ای بسیار خوب خب چیکار میخوایم بکنیم هیچ ما می‌خوایم قنیسازی بکنیم ما میخواهیم برای نیروگاه برق و نمیدونم اینها دنبال اینا هستیم خب آیا فقط ایران بوده که دنبال این برنامه ها بوده پاسخ خیر برزیل هم بوده آرژانتین هم بوده پاکستان هم بوده یک دوجین کشور ظرف سی چل پنجا سال گذشته رفتن به دنبال گرفتن انرژی از هسته ای اون کاری که ما میخوایم بکنیم چرا کسی به اونا کاری نداره چرا کسی به پاکستان که حتی سلاح هسته ای تولید کرده کاری نداره چرا کسی به هند کاری نداره چرا کسی به برزیل کاری نداره چرا این همه کشور هستن چرا کسی به اینا کاری نداره چرا به ایران کار دارن چرا دانشمندای ما رو میزنن چرا انقدر تحریم کردن ما رو چرا میگن نمیدونم دو کیلو سه درصد دارید پنج کیلو سه درصد دارین چهار کیلو نیم بیشتر حق نداشته چرا اینقدر حساسیت در مورد هسته ای ایران وجود داره هیچ وقت این سوال حکومت نخواسته پاسخ بده من بهتون پاسخ میدم برای اینکه ما رسما و علنا اعلام کردیم که ما میخوایم اسرائیل نابود بکنیم ما اگزیستنشال ثرت هستیم ما یه خطر بنیادی برای برای اسرائیل هستیم برای اینکه شما معنی اگزیستنشال ثرت رو متوجه بشین براتون من توضیح میدم داعش در اوج قدرت نظامیش حرکت کرده بود داشت میمد به سمت ایران بخشای عمده از عراق رو گرفته بود 90 91 92 موقع ها بود داشت به سمت ایران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اگر داعش به 60 کیلومتری یا 70 کیلومتری ایران برسه ما این حق رو برای خودمون قائل هستیم که در خاک عراق به داعش حمله بکنیم چرا برای اینکه داعش رسما اعلام کرده بود که من جمهوری اسلامی چون شیعه هستش میخوام نابود بکنم اسرائیلیام هم دقیقا همینطور چجوری اسرائیلیا بیان نگاه بکنن در روز روشن ببینن یه کشوری داره به تکنولوژی هسته ای دست پیدا میکنه کشوری که اعلام کرده من میخوام تو رو نابود بکنم و بیاد ساکت بشینه و کاری نداشته باشه شما بیا این سیاست رو که من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم اینو رسما بذار کنار نه تحریم خواهی شد نه دانشمندات میزنند نه تنها تحریمت نمیکنن بلکه آژانس بین المللی انرژی اتمی همون کمک هایی که به کشورهای دیگه میکنه به شما میکنه ما با وقتی بدبختی مجبور شدیم چرخ خودمون اختراع بکنیم چرخ خودمون بسازیم از اول همه چیز رو خودمون از اول بریم در رابطه با هسته ای چرا هیچ به ما کمک نکرد دقیقا به خاطر اینکه ما اعلام کردیم که ما خودمون کشور دیگر نابود بکنیم بنابراین دلیلش اینه که های ما رو زدن و این تحریم ها و اینا هستش برمیگرده به اون که شما اعلام کردی اسرائیل میخوای نابود بکنی بفرمایید البته آره دیگه اینم باز منتقدانتون میگن دیگه همین بحث که اولا پیش اومد که فعل مجهول بوده یعنی خود دو نفر اینجا نشستیم بودی این آره بفرماید. شما سه شما. نفر بزنین خودمون صحبت بفرماید. کنیم هی hey, حاکمیت ارجاب به منتقدان چه کاریه خودمون چه تا آدم عاقل اینجا صحبت میکنیم ارزم بزرگ شما که آی دکتر توان اجرای خیلی خیلی خوبی دارن یعنی اگر نمیرفتن سراغ علم و دانش میتونستن رقیب بزرگی برای مرحوم آقای عزت انتظامی باشن فراز و فرودهای صوتی خیلی زیبا ارزم به شما حتی توپوخ هاشون رو هم خیلی خوب هدایت میکنن به سمت اینکه تاثیرگذار باشه روی شنونده و این بحث زیبا میکنه من لذت میبرم از صحبت با ایشون شما کم خوشتیپ نیستی <تصفيق> <تصفيق> بفرسم که خوشتیپ باشم باز اون توان اجرا چیز دیگه ببینید ای دکتر خیلی دقیق ویراج میدن از کنار داستان من همچنان تاکید میکنم نه وظیفه من نه وظیفه ایشون نه وظیفه هیچ کدوم دیگه از ایرانیان این نیستش که لحظه بقا رو رها کنیم و سعی بکنیم یک انسجام تئوریک برای اسرائیل بسازیم انسجام تئوریک اسرائیل رو خود اسرائیل اگه ارزه داشته باشه بسازیم اینکه چرا به ما حمله میکنه اولین فرض آقای دکتر که بسیار بسیار عقلانی تصمیم میگیره باید بتونه اثبات کنه ولی حالا بگذاریم از این داستان نکته خیلی قشنگی توی صحبتشون گفتم ولی همونجوری هدایتش کردن چرا به اون حمله نمیکنه چرا به اون یکی حمله نمیکنه چرا به اون یکی حمله نمیکنه بعد مثلا گرهش زدن به تحریم ها اولین تحریم رو جیمی کارتر هشت روز پس از تصرف سفارت انجام داد اون زمان هیچ صحبتی از هیچ هسته ای نبود خب و اصلا هشت روز فاصله عجیبیه یعنی در چنین مواردی اول سعی میکنن راه های دیپلماتیک رو امتحان کنن بعد پیغام های پشت پرده میفرستن این چند ماه طول میکشه نه هشت روز نه روز خب و متن فرمان کارتر رو لطفاً ببینین اگه حوصله کردین گوگل کنین دیگه گوگل برای همین چیزاست که فقط من و شما و دیکتور دکتر دیتا ندیم به بیننده یا خواننده یا هر کی بلکه او خودش بتونه آزادانه گوگل کنید متن صحبت کارتر رو ببینید متن فرمان کارتر رو. چی میخوام بگم میخوام بگم که اگر قبل از انقلاب پس از جنگ 1967 آریل شارون مطابق متن دوریر که زندگی نامه خود نوشته شه, شه. با گذرنامه جعلی برای پنهان ماندن از حاکمیت ایران سفر میکنه به ایران تا با کسانی دیدار کنه در حالی که شاه ایران خودش رو متحد اسرائیل میدونه این یک رفتار نامتقارنه یعنی حاکمیت ایران خودش رو متحد اسرائیل میدونه یک ژنرال بلندپایه اسرائیلی سعی میکنه در پنهانی به داخل خاک شما سفر بکنه بعد از یک جنگ خیلی بزرگ و این کارو میکنه شیراز فکر کنم شیراز تهران من کاری ندارم که کجا رفته و برای چی رفته اوناش مهم نیست چون اون شیراز و تهران هیچ وقت عملا که به شارون نگفتن من بدم میاد از این که بلا فاصله ما از این یه استفاده خدای نکرده تبعیزامیز یا یهود ستیزانه بکنیم یهودی ایران مشخص کردن اونهایی که میخواستن مهاجرت کنن برن به پیوندن به اینها رفتن و اونهایی که موندن مردمان بسیار عزیز و دوست داشتنی هستن از نظر من من حرفم اینه که این رفتار رفتار خسمان است آنچه که در پروژه گل رخ داد یک رفتار خسمان است از پول گرفتن لوله نفت هیفا رو گرفتن سالانه نفت گرفتن از همه این مهمتر تمام جزئیات پروژه های موشکی ایران رو از ارتش شاهنشاهی گرفتن خب می رزری توصیفی که میکنه اینه میگه در پایان ما یک برگ آچار به شاه ایران تحویل ندادیم قرار بوده چی بسازن؟ قرار بوده موشک بسازن من توی متاساز اسرائیل توضیح دادم که این موشک رو هم اونا از ما پول پژوهش گرفتن و پول تولید اما در عمل پژوهشش رو از فرانسه قبل از اینکه بله قبل از اینکه با ما قرارداد امضا کنن از فرانسه دزدیده بودن نگرفتن دزدیدن ما با چه این موجودیتی طرفیم اینی که من حد بالایی از اقلانیت فرض بکنم برای این اسرائیل حد بالایی از شرافت دیپلماتیک براش فرض بکنم و بعد سعی بکنم با تئوری های پیچیده اسرائیل رو توجیه بکنم بازی ذهنی زیبایی که آقای دکتر متخصصش هستن من علاقه بهش ندارم علاقه من اینه مردم کشور من پنج هزار تا کودکشون رو در یک ماه زیر بمباران از دست ندن من اینو میخوام و نیاز به قدرت دارم برای این من نیاز دارم به اینکه از خودم دفاع بکنم من قبل از اینکه هیچ حرف هسته‌ای بزنم تحریم شدم و هرگز های من لغو نشده آی دکتر میگن اگر ما بچه های خوبی بودیم و بوس میدادیم اونا هم بغلمون میکردن ما خیلی بوس دادیم ما سر افغانستان بوس دادیم ما سر عراق بوس دادیم ما سر القاعده بوس دادیم ما سر داعش بوس دادیم جنرال ما رو ترور کردن رئیس جمهورشون دستور ترور جنرال ما رو داد مستقیما من نیاز به بقا دارم آقای دکتر راه حل شما برای بقای کشور من چیه دموکراسی که نداری اگه تو خیلی علاقه به بقا داشتی میرفتی دنبال دموکراسی برای دموکراسی اهمیت پیدا کرد. نه من با شما است. نه کسی با کسی نه نابودی اسرائیل نه شما ب... من نگاه کردی پرسیدی گفتی برای بهام چیکار کنم گفتم برو دنبال دموکراسی به وقتی که شما جای من صحبت می‌کنید و میگید اگر تو فلان بودی فلان صداقت من زیر سوال میبرید من گفتگو با کسی که صداقت من زیر سوال میبره ندارم چون با حسن نیت اومدم و دارم سوء نیت می‌بینم از این به بعد دیگه گفتگو من با شماست سوالی اگه دارید در آقای دکتر ببینید بعد از انقلاب که امروز اتفاقا سیزده آبان است پدیده به وجود آمد به اسم آمریکا ستیزی دشمنی با آمریکا که الان چهل و چهار سال چهل و پنج سال ادامه پیدا کرده قبل از سیزده آبان قبل از سیزده آوان یه هفته در روز قبل از سیزده آوان سالگرد انقلاب الجزایر بود و چون این انقلاب در اون مقطع حالا محترم بود و نمیدونم چه و, چه و چه و چه و چه یک هیئت بلند پایه از ایران رفت برای سالگرد انقلاب الجزایر مرحوم مهندس بازرگان بود نخست وزیر مرحوم چمران بود وزیر دفاع مرحوم آقای دکتر ابراهیم یزدی بود وزیر خارجه و حالا احتمالا مثلا چند نفر دیگر یعنی واقعا بلند پایه ترین بعد از خود امام و شورای انقلاب میشه گفت بلند پایه ترین اینا رفتن الجزایر در الجزایر به اینها تو اون هتلی که بودن به اینها اطلاع داده میشه که آجون هیئت آمریکایی میخوان شما رو با شما ملاقات داشته باشن با همدیگه شور و مشورت میکنن و میگن که خب بیان, بیان, ببینیم که چی میخوان بگن و حرفشون چی هستش پیغام دادن اینها هیئت آمریکایی شامل آقای برژینسکی میشد مشاور امنیت ملی که میشه گفت مرد شماره دوی کابینه یا دولت آقای جیمی کارتر بود سایروس منز وزیر خارجه اگر اشتباه نکنم هارولد بران وزیر دفاع و ببینید چون این ملاقات ملاقات رسمی بوده منوت ملاقات نوشته شده که ما چی گفتیم ایرانیا چی گفتن اینها آمریکا یا به ایرانیا میگویند که ما علت اینکه که خواستیم با شما ملاقات بکنیم این هستش که خواستیم چند نکته اساسی و بنیادی است یکی اینکه ما با شما دشمنی نداریم ما با انقلاب شما دشمنی نداریم ما با نظام جمهوری اسلامی دشمنی نداریم در این حال در این حال یک مقدار زیادی حجم حجم معاملات هستش حجم سفارشات هستش که از زمان شاه باقی مونده تو این یک سالی که انقلاب بوده و نمیدونم اینها و الان هم که بعدش بعد 22 بهمن شما یه سری خرید از ما کردید خرید تسلیحاتی بوده بعضی ها دادین بعضی ها نصفش دادین یه سری چیزهای دیگه بوده حالا تسلیحاتی نبوده غیر تسلیحاتی بوده تکلیف اینا رو باید روشن بکنیم حساب هستش که این حسابها مربوط به دولت شاهنشاهی بوده در آمریکا اینا رو, اینا رو باید تکلیفش روشن بکنیم این حسابهای های بانگی که مربوط به ما پیشنهادمون این هستش که شما یه هیئت بلندپایره رو برای روشن کردن تکلیف اینا مشخص بکنین ما یه سری از این سلاح ها رو نمیتونیم به شما بدیم فعلا اما یه سری دیگه که جنبه دفاعی داره اینا رو میتونیم بدیم مشکلی نیستش ببینید این خواسته آمریکایی ها بوده به نظر شما اینا دشمن دشمنی میخواستن بکنن با جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی هیئت مذاکره کننده وقتی برمیگرده با موجی از اعتراضات روبرو میشن یعنی هیچکی نمیگه که خب آمریکایی‌ها چی گفتن آمریکایی‌ها که با شما ملاقات کردن خواهان ملاقات با شما بودن چی گفتن آمریکایی‌ها همه میگن مرگ بر لیبرال مرگ بر بازرگان واسه چی رفتین با آمریکایی‌ها مذاکره کردین کی به شما اجازه داده بود شما از امام اجازه گرفتین رفتین که خدا رحمتش کنه مرحوم مهندس بازرگان گفت نه من امیر هویدا هستم نه امام محمد رضا شاه که امیر عباس و آب میخواست بخوره باید کسب تکلیف میکرد ابتداعا از از حضرت ببینید این دشمنی به راه افتاد این دشمنی به راه افتاد انقدر امواج مرگ بر آمریکا زیاد بود که منجر شد به اینکه دانشجوام رفتن سفارت رو اشغال کردن در روز 13 آبان و عملا عملا دیگه دیگه اون, اون, تبدیل به سیل شد آم، آمریکا ستیزی بله شما رفتید تو روز روشن سفارت آمریکا رو اشغال کردید مقایر با تمام اصول و کنوانسیون های بینان مللی توقع داشتین جیمی کارتر براتون دست گل بفرسته و بگه که دستتون درد نکنه اینها و از 13 آبان 1358 که موج آمریکا ستیزی به راه افتاد من معتقدم علی رزا جان من معتقدم که هیچ چیز هیچ چیز تکرار میکنم برای بار سوم هیچ چیز به اندازه آمریکا ستیزی و اصرار بر آمریکا ستیزی و اصرار بر دشمنی با آمریکا منافع ملی ایران رو له و لورده نکرده یعنی من هر چی فکر میکنم که چه چیز دیگری تو این 45 سال منافع ملی ایران رو له کرده می بینم،, می بینم واقعا به گرد پای آمریکا ستیزی هم نمیرسه یعنی 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 من تو خیلی از دانشگاه که مناظره کردم با دوستان با دوستان اصولگرا و نمیدونم اینها بهشون گفتم که شما شما پنج تا نه ستام نه یه مورد یه مورد بیشترم نه یه مورد به من نشون بدید که در این 45 سال گذشته آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا چه نفعی برای منافع ملی جم... ایران داشته تو این 45 سال گذشته و من در مقابل یک دوجین به شما ادله نشون میدم که چجوری منافع ملی جمهوری اسلامی ایران پرپر پر شده له شده ریشهکن شده به واسطه دشمنی با آمریکا اصرار بر اصرار بر دشمنی با آمریکا و آمریکا ستیزی اونا یه مورد هم نتونستن بگن چیزایی که گفتن کلی بوده که برای استقلالمون ما به دست آوردیم ما نوکر نمیخوایم باشیم یعنی چی یعنی اگر ما با آمریکا دشمنی نداشته باشیم نوکر آمریکا باید بشیم این کشورهای دیگه همه نوکرن فقط فقط چه، سه تا چهار تا کشور در دنیا در نوکر نیستن یکی کره شمالیه یکی روسیه هست یکی،, یکی... چین و جمهوری اسلامی ما بقی چون روابط متعادلی دارن با, با آمریکا و چون به دنبال آمریکا ستیز و دشمنی با آمریکا نیستن اینا نوکرن یه ادبیاتی که اصلا هم به انقلاب اسلامی نداشته اوائل مهر 1357 امام میاد میره نوفل شاتو میاد میره پاریس تا دوازده بهمن تو این مدت سه چهار ماهی که اونجا بوده ایشون 128 مصاحبه انجام داده 128 مصاحبه کتاب کتابش به اصطلاح چاپ شده که آقای عزی مترجم بوده صادق تباتبایی طبع مترجم بوده صادق قدساده مترجم بوده نمیدونم دیگران ترجمه میکردن برای ایشون ببینید شما برید این 128 مصاحبه رو بخونید یک بار امام نمیگن که دشمنی با آمریکا مبارزه با آمریکا استکبار جهانی و و و و حتی یک بار رو میگن جان اسرائیل هم میگن دیگه اسرائیل هم نمیگن تنها گلایشون از آمریکایی‌ها این هستش که با توجه به اینکه مردم ایران حکومت محمد رضا شاه پهلوی رو نمیخوان چرا شما از آمریکا چرا شما آمریکایی‌ها دارید از محمد رضا شاه پهلوی حمایت میکنید این بوده این بوده چرا آمریکا ستیزی به وجود آمد هیچ ربطی به انقلاب اسلامی نداشت هیچ ربطی به تفکرات اسلام گرایانه نداشت ربط به مجاه... ربط مجاهدین خلق داشت ربط به چریک فدایی خلق داشت ربط به حزب توده ایران بود ربط به ادبیات مارکسیستی که در دهه چهل و در دهه پنجاه بین انقلابیون بین روشنفکرا بین فرهیختگان بین نویسندگان رواج خیلی زیادی داشت رب، فقط هم تو ایران نبود تو دهه ش تو،, تو دهه شصت و دهه پنجا مارکسیزم یک تلاعو و درخشندگی داشت در نیون مبارزین ایران هم همینطور روی رقابت با مارکسیستا اتهاماتی به، به،, 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 انقلاب اسلامی وارد کرده بودن به خصوص دانشگاه اون, اون مبارزه و رقابت شدیدی که بین دانشجویان اسلامگرا که سفارت گرفتن و چریک های فدای خلق و غیره و غیره بود اینا واسه اینکه نشون بدن ما از شما انقلابی تر هستیم ما از شما رادیکال تر هستیم اسلامگرایان اسلام ارتجاع نیست نمیدونم و, و و و و اومدن رفتن سفارت گرفتن اون موج آمریکا ستیسی به دکتر خب بعد جنگ سرد خب خیلی‌ها گفتن که این موج تو کشورها خوابید اما بعد, بعد جنگ سر تو ایران ادامه پیدا کرد دلش هم این بود که خوراک داخلی داشت برای بعضی از احساب مثل مثلا احساب اصولگرا که توسط بله بله بله, قبول بله. این یه دلیلش بود این یه دلیلش بود یه دلیل دیگه این بودش که آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا ابزاری شد در دست حکومت ببینین ببینین روزی که آقای دکتر ابراهیم یزدی میره گزارش میده به امام وقتی از الجزایر برمیگردن اینا تاریخ این مملکته دکتر یزدی میره به امام گزارش میده چون دکتر یزدی خیلی امام قبولش داشت حالا حداقل تا همون سال 58 59 میره به امام گزارش میده که ما چه گفتیم ملاقاتمون با آمریکایی چه بود میره برای گزارش دادن سفر الجزایر و ملاقات با آمریکایی به امام اینا که خدمتون عرض کردم دکتر یزدی به امام میگه و بعد به امام میگن که میخواین میخواین سطح روابط دیپلماتیکمون رو بیاریم پایین امام میگن نه میگن کاردار جدید قراره بیاد این کاردار رودزیا بودی که الان شده موزامبیک چون اون حکومتش نجات پرست و اینا میخواید که ما بگیم که نه حق نداره بیاد امام میگن نه امام اصلا دو اون روز سیسته آبان به هیچ باز مایل نبودن که روابط با آمریکا قطع بشه دکتر یزدی میگن وقتی من داشتم میامدم بیرون دیگه گزارش هم داده بودم تمام شده بود امام از من پرسیدن که اینایی که رفتن سفارت گرفتن اینا کی چون همون روز همون روز سفارت اشغال شده بوده دکتر یزدی میگن که چون قبلا هم سابقه داشتی یه بار شرکا... یه بار فدای خلق گرفتن یه بار ماشاءالله قصاب گرفت یه بار سازمان مجاهدین گرفتن و و در هر سه مورد شورای انقلاب و امام و دولت موقت گفتن که نذارید این اتفاق بیفته یعنی بریم بیرونشون بکنیم آقای دکتر یزدی میگه امام از من پرسیدن و من گفتم که اینا بچه مسلمونا هستن که سفارتی گرفتن میگه امام تعملی کردن و به من گفتن که من تو پاشنه در بودم گفتم بیرونشون کنین 48 ساعت بعد یا 24 ساعت بعد امام گفتن که این انقلاب انقلاب دوم بوده و این ببینید ما نخواستیم بفهمیم ما نخواستیم بفهمیم که آقا تو اون 24 ساعت تو اون 48 ساعت چی شد چرا امام در ابتدا گفتن بریزینشون بیرون دانشان خط امامو رفتن سفارت گرفتن و چرا 48 ساعت بعدش میگه این بزرگترین ببینید ما بدبختی بزرگمون این بوده که اصلا نخواستیم تحولات ایران بعد از انقلاب رو بررسی بکنیم چه طرفدارای انقلاب چه براندازا چه سلطنت طلبا چه شاپرستا چه هممون حالا برمیگردیم به شما آقای علیانی حالا مسلما در قبال صحبت های آقای زیبا کلام هم صحبت دارید اما یه سالی که واضحتر من میخوام مطرح کنم اینی که میشه من قبلش یه سال دو تا سال مطرح کنم جانم. ریتم شما رو میشه به هم زد. یکی اینکه زمان نگه میدارید الان من چند دقیقه صحبت کردم آیدو الان چند شما ده دقیقه, دقیقه پونزه دقیقه وقت دارید برای. نه نه اینطوری که زمان بگیرم دقیقه اینطوری اصلا قائل به این نیستید که باید یه جور نه گفتیم که ده آره ده دقیقه, دقیقه. دقیقه ده دقیقه باشه حالا شما اگه حس کردید زمانتون کم تاره می خواهد میپرسم من چند دقیقه صحبت کردم ایشون چند دقیقه نمیدونی نه خیلی خوبه دومی که چای بهمون میدین لطفا بله شرشت خب من سالم بپرسم نه بفرمایید ببینین من نمیفهمم بحث داره به کجا میره ما قرار بود راجع به اینکه حمایت از فلسطین من میخواستم همینجا هدایتش کنم ارتباط داره صحبت کنیم بعد رسیدیم به و افغانستان یعنی همون جایی که آی دوست داره اونجا تمام هنرهاش رو و تمام سیاهکاریاش رو به نمایش شما قرار شده که من مخاطب قرار ندی دارم راجع به شما صحبت میکنم شما نه دیگه حق نداری راجع به من صحبت بکنی راجع خودت صحبت کن. کن شما حق تعیین نمیکنی شما خودت گفتی من دیگه با شما کاری ندارم من با شما صحبت نمیکنم همون چیزی که تو ذهنم اجرا میکنم و شما حقی نداری که تو صحبت من به پریا برای من حقوق تعیین کنی آره این سیاه کاری ها بار اول نیست بروز میکنه در سال 1973 کودتای آمریکایی شیلی رخ میده و ما در سال 1978-79 درگیر این قدر خودمونیم. گفتگو در الجزائریه که سابقه جنگ های استعماری آمریکا در زمان مدیسون را داره استعمار آقا استعمار قبل از استعمار فرانسه خب ما باید آدم های از لحاظ ذهنی خسته و بیماری می بودیم که این سابقه ها رو و سابقه کودتای 28 مرداد رو ندیده بگیریم مرحوم مصدق خدا رحمتش کنه و مرحوم آلنده یک چیز میخواستن معامله عادلانه کالا داریم میخوایم به قیمت بفروشیم نفت داریم و میخوایم به قیمت بفروشیم مثل داریم و میخوایم به قیمت بفروشیم این کل خواست ما بود این کل خواست تمام ملت های تحت استعمار بوده اولایی <applause> نه, 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 نه من نه من آبو میخورم دست درد نکنید فرمونتون بره این کالج خواسته ملت های تحت استعمار و این از ما دریق شده نه تنها دریغ شده ما با گلوله جواب گرفتیم خیلی لطف کردیم ممنونم ازت از از این این کل حکایت آمریکاست آمریکا ستیزی یا فلان من نمیدونم من قبلا اشاره کردم بده که اشاره هایی که بوده و واضح بوده و پاسخ به سال بوده رو نادیده بگیره آدم و مثلا دوباره سال مطرح کنه ولی دکتور دوست داره این کارو بکنه من دوباره تکرار میکنم ما در مسئله افغانستان در مسئله عراق و در مسئله ارزم بزرگ شما القاعده و در مسئله داعش حسن نیت خودمون رو در برابر طرف آمریکایی ثابت کردیم اون بوجی بوجیه رخ نداد اه ما رفتیم پای برجام و برجام رو امضا کردیم و چه خوب و من ممنونم از تمام گروه های مختلفی که در مذاکرات زحمت کشیدن از هر جناه ما یک قرارداد با نیت خوب امضا کردیم قراردادی برای جلوگیری از تنش ها امضا کردیم هیچ گشایشی در ارزان به حضور شما تحریم ها برای ما نشد بعد از امضای برجام بلکه مدام ما رو به تعویق انداختن گفتن حالا این سیکس اینجوری میشه اون اونجوری میشه فلان میشه این تاریخ تحریم هاست دیگه و نهایتا یک دیوانه در یک روز نمیدونم صبح بود یا بعد از ظهر گفت ما نیستیم خب و بعد از اون تازه ما متهم شدیم که شما یه کاری کردید که این گفت ما نیستیم اینجوریه اون چیزی که بهش میگیم ریال پالیتیکس خیلی چیز ارجمندیه یعنی ما بفهمیم میز مذاکره همطور که کلازویتس گفت البته اون یه شکلی گفت که تقریبا شبیه تنزه کلازویتس میگه جنگ امتداد دیپلماسی است با ابزارهای دیگر ولی در واقع جنگ اصالت داره دیگه اول جنگ میشه بعدا دیپلماسی میشه میز مذاکره وقتی معنی داره که قدرت معنی داشته باشه متاسفانه اگر روزی حاکمیت ها بپذیرن انقدر شریف باشن که میز مذاکره رو بر اساس حقانیت بچینن نه بر اساس قدرت اون روز من خیلی خوشحال خواهم بود ولی الان اونجا نیستیم برگردیم به اسرائیل آره بذارید اونجا. من سوالم بپرسم, بپرسم. آقای, دو... آقای علیانی اه... دکتر نیست بله آقای علیانی فرض کنید که یه جوان ده هشتادی الان براش ساله که خب خیلی از کشورهای دیگه لندن پاریس نیویورک چه شرق چه غرب دارن تظاهراتی انجام میدن ضد انسان کشی که در غزه انجام میشه خب خیلی از اونا تحریم نیستن خیلی حالا حتی در مصر تظاهرات ما داشتیم در قاهره تظاهرات داشتیم خب من هم میخوام من هم مخالف اینم که 500 تا کودک کشته حالا جوانه بشه حالا جوونه که این حرفو نمیزنه شما داری یه جوونه خیالی میسازی ولی فرض کنیم میزنه ببینین همون جاییه که من میخواستم بگم سوال شما به من کمک میکنه ماجرا اینه که اون فرقه چیه اون فرقه که ما رو تحریم میکنن به همون حمله میکنن ترور میکنن چیه اگر در سال 1967 یه اروپا میشه میاد اینجا با یک وضعیت عجیبی که متحد خودش رو مختوش میکنه چرا این کاره میکنه اون زمان که نمیخواستن هستهی بسازن بزنن تو سر اسرائیل که الان که هرچی میگه ما تو سر کسی نمیخوایم بزنیم هستهی رو کسی قبول نمیکنه همه هم قبول کنن ریشتری زیبا کلام قبول نمی کنه. ولی اون زمان که هسته هستی نبود اون زمان چرا اینجوری شد پنج و هشت اصلا ما خیلی وحشی بودیم رفتیم یه جایی رو گرفتیم که نباید می گرفتیم اونم اصلا هیچ جا کودتا نکرده بود اونم وحش نیست ولی هشت روز هم تصمیم گرفت اشکال نداره دمشکن پولان اون زمان که این داستان ها نبود که هسته ای نبود چرا اون زمان تحریم شروع شد ببینید ماجرا این شکلیه یه ذره اون ریل پلیتیکس رو اون واقع نگری رو به کار ببریم اینو آکبند از قبول نمیکنن اونور اینو باید کار کرد باهاش مقص چی میگه میگه شما یه خاور میانه هستید که توش سه جا هست که توان جدی داره غیر از اسرائیل اون سه جا کجاست مصر, مصر. عربستان ایران. عربستان سعودی و ایران به خاطر چی تنوع جمعیتی میزان منابع طبیعی موقعیت سوق جیشی نفوذ فرهنگی و به طور خاص در مورد ایران بیش از اون دو جای دیگه نیروی انسانی ماهر و باسواد اینه ماجرا شما با یک هویت متزلزل وحشی مواجهید که راه دفاع از حضور خودش در این منطقه رو کشتار میبینه همین امروزها دارید میبینید و میترسه از هر موجود قدرتمندی میترسه ولو اینکه حاکمش متحدش باشه مصر رو تا هر جایی که تونست ناکوت کرد عربستان رو رابط دوگانه تتمی و روابط دوگانه تطمیع و تضعیف در پیش گرفت در و ایران رو میخواد هر طور که شده محو کنه اگر ما میگیم مرگ بر اسرائیل اینجوری اون میگه مرگ بر ایران اینجوری چرا ایرانو نمیخواد مثل عربستان باش رابطه توی برقرار کنه؟ احتمالا ارزیابیش اینه که نمیتونه شما ارزیابی های ببینید من بارها اینو گفتم گفتم من وظیفم این نیست که تصویر معقولی از یک حاکمیت م... وحشی بدم وحشی هن آقا روابطشون و تصمیم هاشون هم معقول نیست ولی اگر دوست دارید یه شکلی از اقلانیت به اسرائیل تزریق کنید، این لطف شماست به اسرائیل اشکالی نداره همون برآورد سلاحهای هستی منطقه رو که جزء اسناد آزاد شده اسرائیل دیدید اینا دیگه من توی کتابم آوردم اینو همونا ببینید میگه ایرانی‌ها اینجوریان اونجوریان اونجوریان یه شخصیت شناسی برای ایران نه برای حاکمیتی ایران قائله به نظرشون میاد شخصیت شخصیتی نیست که بشه تطمیعش کرد شخصیتی نیست که بشه تهدیدش کرد پس باید نابودش کرد درست میگم غلط میگم من نمیدونم اون حد از اقلانیت محض خدایگونه ای که شما بر اسرائیل قائلید من قائل نیستم خب ولی بله اگر دوست دارید راهش اینه اینو دنبال کنید من علاقه به این ندارم من همچنان حرفم اینه من نمیخوام کشورم به خاطر خوشبینی بیش از حد به خاطر بیعملی به خاطر آزمودن آنچه بارها آزموده شده بشه جایی مثل غزه یک حاکمیت خارجی یک حاکمیت تروریست خارجی به خودش اجازه بده بیا در یک ماه پنج تا کودک من زیر بمبارم بکشه این برای من مهمه من یک وظیفه دارم زنده بمونم و پس از اون وظیفه من اینه شما جناب دکتر زیبا کلام و هر انسان ایرانی دیگری رو از حجوم و توحش خارجی محفوظ بدارم میخواد اسمش آمریکا باشه میخواد اسمش داعش باشه میخواد اسمش نتانیاهو باشه روسیه چی؟ حتما چین چی حتما و این دومین لطف من به شما بود با اینکه گفتم با شما صحبت نمیکنم نه لطف دیگر چای بود چایی تو هم وقت هر وقت که هر وقت که حمله کردن خواهند دید که من چه جوری رفتار میکنم کما اینکه آقای دکتر منو متهم کردن به اینکه من خواهان دموکراسی نبودم من در مورد دموکراسی هم کارنامه روشنی دارم ولی اینجا محاکمه من نیست بله بحث حال شخصی نیست اینجا بحث بر سر منافع ملی ایران و توحش اسرائیل در خدمت هستیم حاضی و کلام خب من اگر که ادبی از طرف من نسبت به شما صورت گرفت عذرخواهی از می از میکنم ازتون و دستتون میبوسم نفهمید ببینید من معتقدم صورت مسئله خیلی روشنه نظام جمهوری اسلامی ایران اهداف و آرمان ها که انقلاب اسلامی براش به وجود آمد همه رو هل داد به هاشیه و آمریکا ستیزی استکبار ستیزی دشمنی با غرب شد هویت جمهوری اسلامی اگر که شما اگر که شما این هویت رو این هویت ایدئولوژیک رو از جمهوری اسلامی بگیری هیچی واسه جمهوری اسلامی باقی نمیمونه یعنی جمهوری اسلامی بگه رسالت من چیه معمولیت من چیه هدف من چیه بگه اقتصاده میگن آقا این چیه پس که تو درست کردی بگه ملاحظات انسانی بشر دوستانه است میگن آقا این رفتاری که با مردم داری چجوری قابل توجیه هستش چی بیاد جمهوری اسلامی بگه بگه گسترش اسلام هستش میگن که آقا تو کدوم کشور اسلامی جمهوری اسلامی طرفدار داره بنابراین تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی مانده همین آمریکا ستیزی و اسرائیل نابود میکنیم ازش یه لحظه فقط آره خب وسط حرفتون اگه خب اینجا یه مقالطه باشه مثلا یه صحبتی که هست میگن آقا اسرائیل اینکه چرا اسرائیل ستیزی در ایران بود ما شاهده که یه کشوری هستیم که توی این 75 سال همیشه کارش ترور بوده تبعیض بوده تصرف و تعدی بوده یعنی اصلا حاکمیت که چنین احوالی داره و کنار ما هست ما از لازه جوپلیتیک مجبور بودیم که این... حالا اجازه بدیم گرفتم چی میخوایم بگیم ببینید ببینید ایدئولوژی جمهوری اسلامی جزء ذات نظام جمهوری اسلامیه دیگه نمیتونی بیاد اینو بذاره کنار یعنی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه بیاد بگه آمریکا ستیزی رو ما مثلا میذاریم کنار نابودی اسرائیل ما میذاریم کنار میدونی چرا؟ چون اون طرفدارای ایدئولوژیکش بهش میگن که اگر آمریکا ستیزی رو میتونستیم بذاریم کنار پس چرا 45 سال ما اینقدر بها پرداختیم بابتش چجوری بیاد چجوری بیاد آمریکا ستیزی رو بذاره کنار و بگه که فراموشش کنیم و حالا آمریکا آدم شده آمریکا چ... چی عوض شده در آمریکا چی عوض شده در اسرائیل جمهوری اسلامی که شما دیگه میگید ما اسرائیل رو نمیخوایم نابود بکنیم عربستان ستیزی رو چطور گذاشت کنار حالا اجازه بدین اجازه بدین برای اینکه عربستان ستیزی هیچ وقت جزء ایدئولوژی جمهوری اسلامی نبود ما در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی روابط بسیار خوبی داشتیم با عربستان ما در زمان آقای خاتمی روابط بسیار خوبی داشتیم با عربستان بنابراین عربستان ستیزی اساسا جزو اهداف و ایدولوژی جمهوری اسلامی نبوده ولی آمریکا ستیزی بوده استکبار ستیزی بوده خب حالا حالا نظام جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه که این ایدئولوژی من است آمریکا ستیزی ایدئولوژی من هست اسرائیل رو بعد نابود بکنیم ایدئولوژی من است بلکه میاد چیکار میکنه میاد برش محمل محمل درست میکنه میاد 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 قشنگ دکورش میکنه آزین بندیش میکنه به گل و سنبال اینا برش میذاره میاد میگه که کودتا شده بوده تو شیلی کودت های 28 مرداد شده بوده کودت های 28 مرداد بیشترین نقش آیت الله کاشانی داشته شما اگه خیلی دقدقه کودت های 28 مرداد داری برو اون اتوبان آیت الله کاشانی رو حذف بکن ورش تا به اسم مصدق بکن اگه خیلی اون داری بنابراین باید بیاد چه بکنه؟ باید بیاد برای آمریکا ستیزیش محمل درست بکنه توجیه درست بکنه توجیهش این هستش که اینا میخواستن نفت ما رو ببرن بردن اینا میخواستن گاز ما رو ببرن بردن اینا میخوان تو کشور ما دخالت بکنن اینا میخوان ما نوکر باشیم اینا میخوان چه و چه و چه, و چه. این مال این مال آمریکا ستیزیش که پس بنابراین خیلی خوبه ما آمریکا ستیز باشیم خیلی خوبه ما با آمریکا مبارزه بکنیم خیلی سیوا کلام اینها اینا میخوان نوکر باشن ای این لیبرالها این نمیدونم فرنگ رفته ها این قرب زده اینا میخوان نوکر باشن نه باید تو دهن آمریکا بزنیم این مال آمریکا ستیزیش مال اسرائیل ستیزیش چی؟ مال اسرائیل ستیزیش آقا اسرائیلیا وحشیان اسرائیلیا داغون میکنن اسرائیلیا میگیرن اسرائیلیا میزنن اسرائیلیا میبندن ما به خاطر امنیت خودمون مجبوریم در مقابل در مقابل اسرائیل بیستی ببینید اینا همه محمل درست کردن برای ایدئولوژی هستش فرق ایدئولوژی با علم این هستش فرق ایدئولوژی با علم این هستش که علم خیلی فروتنه علم وقتی با مشکل به مشکل میرسه برمیگرده به عقب و میگه کجای کارم گیر داشت که من متوجه نبودم ایدئولوژی اینجوری نیست ایدئولوژی مثل تانک مثل بولدوزر میره جلو همه رو میزنه در و, و داغم میکنه و و نمیاد شما شما چند بار شنیدید شما چند بار شنیدید که جمهوری اسلامی بیاد در خصوص یکی از موازه که اتخاذ کرده بوده چه داخلی چه خارجی بگی آقا من اشتباه کردم بگی این اشتباه بوده و ما نباید این مسیر رو میرفتیم این کار میکردیم چرا چون نظام جمهوری اسلامی نظام ایدولوژیک هستش حالا من هی بیام بشینم این چیزهایی که جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته کرده که توجیه بکنه جا بندازه اسرائیلی ستیزی رو هی من بیام بگم که آقا اینا 400 تا کلاهک هسته‌ای دارن اینا تو غزه 5000 تا کودک رو نابود کردن و ب ب ب و آقای زیبا کلم اینا ممکنه بیان همین کار تو تهران بکنن آقای زیبا کلام اینا ممکنه همین کار بیان تو اصفهان بکنن تو شیراز بکنن این توجیهاتی هستش که واسه واسه به اصطلاح توجیه ایدئولوژیشون دارن ایدئولوژی چیز غیر منطقی هستش ایدئولوژی ساخته و پرداخته ذهن رهبران ایدئولوژیک هستش نمونهش اوکراین نمونهش لشکرکشی آقای آقای پوتین به اوکراین کی کرده خودش چرا چون اساس و بنیان ایدئولوژی بود نمونش صدام اساس و بنیان ایدولوژی بود نمونهش بشار اسد اساس و بنیان ایدولوژی هستش نمونهش جمهوری اسلامی اساس تفکر و نگاه جمهوری اسلامی ایدئولوژی هستش بدبختانه و نه ایدولوژی که در جهت دموکراسی هستش در جهت پیشرفت مملکت هستش در جهت نمیدونم آزادی هستش نه یه ایدئولوژی که پسمانده آشقالای تو سطح زباله مارکسیستا بوده درست آقای علیانی یه صحبتی که بین شما حرف شما بود این بود که خطر سوریه شدن خطر من یعنی گفتید که تبدیل به لبنان شاید بشیم اگر قد... من آره کجا گفتم من اشتباه پس متوجه شدم آره بله متاسفانه اینطوریه خیلی اتفاق خوبی افتاد متاسفانه اینطوریه که آدم ها به جای اینکه گوش بدن طرف چی میگه یک قالب از پیش ساخته تو ذهن خودشون رو یک پهلوان پنبه رو به چالش میکشن و بهش پیروز میشن و احساس خوبی میکنن آی اول با محاکمه من شروع کردن بعد ادامه دادن با محاکمه جمهوری اسلامی من خیلی بین شما و جمهوری اسلامی فرقی نمیبینم من خیلی بین شما و جمهوری اسلامی فرقی نمیبینم خب به حال اگه هست من کورم باید برم دکتر به عینکمو دو هفته پیش من استفاده کنم به حال این از مشخصه های نگاه ایدئولوژیکه که اگر با من نیستی بر منی این از مشخصه های نگاه ایدئولوژیکه که وقتی که فکت جلوش میذاری میگه اینا توجیهات ایدئولوژیکه بدبخت گالیله چی میگفت؟ میگفتش که من این محاسبه رو خیلی راحتتر انجام میدم پیش بینی هم هم دقیق تره فکت دارم بر اساس فکت فرضیه ساختم فرضیه رو آزمون کردم به نظریه رسیدم نظریه ای که علمیه بنابراین ابتال پذیره حالا با تعبیر پاپری خب ما داریم فکت صحبت میکنیم میگیم یارو پنیزار تا کودک رو کشته فکت بیارید بگید نکشته فکت بیارید بگید ایران غزه نمیشه به این دلیل به این دلیل به این دلیل فکت بیارید بگید شیلی کودتا نشده اشتباه میکنید فکت بیارید بگید مدیسون در الجزیره نجنگیده ولی وقتی فکت ها رو به اسم ایدولوژی بمباران میکنید یعنی شما دارید از یک نقطه ایدولوژیک با پوشش فریاد زدن علم علم رو نابود میکنید علم همینه علم فکت فرضی است آزمونه نظریه است و همواره آماده بودن برای بازخورد یا فیدبک با همش همچه آماده چه فکتی به من ارائه شده تا نظریه ما عوض کنه علم با بوسه نظریه عوض نمیکنه علم با مذاکره نظریه عوض نمیکنه علم با فکت نظریه عوض میکنه خب فکت هایی که من دارم این هاست برخلاف های که بارها و بارها من امروز اشاره کردم به اینکه قبل از انقلاب چطوری راجبش صحبت میکنید قبل از هستی رو چطوری راجبه به صحبت میکنید و ایشون علاقه ای به وارد کردن فکت ناسازگار نداره من اصلا مریض فکت ناسازگارم دوست دارم فکتی بیاد و برای من چلنج ایجاد کنه و اینکه وقتی من به اون فکت توجه بکنم کارآمدی نظریه با ساخته من بالا میره حضور من در جهان کارآمدتر میشه فکتشون آقای طالقانی بودن دیگه مثلا برای من خیلی نفهمیدم به قضیه اسرائیل چه ربطی داره شما متوجه شدی نه این بحث که گفتی دشمنی از قبل بود کوده تا آره همه و... اینا قرار شد زمینه هایی باشن برای اینکه اون بحث رو روشن کنه من نفهمیدم اینو چه ربطی به داستان اسرائیل داره من دارم میگم یک وجود وحشی ایشون میگن این ایدئولوژیکه من نمیفهمم اگر من نتونم به بمباران یک ماهه با کشدار مثلا ده هزار تا عدد ثبت شده حسن ابن مثلا فلان و دو هزار تا زیر آوار اگه به این نتونم بگم توخش اصولا در این جهان به چی میتونم بگم توخش اگه به ترور در یک کشور دیگه نتونم بگم توخش به چی میتونم بگم توخش و راجب ترور فقط در تهران صحبت نمی کنم ترور مبهوه با گذرنامه های یازده کشور مختلف در امارات صحبت میکنم اگه به این نگم توهش به چی میگم توهش بعد این که آقا نمیدونم کی میخواد چه جوری خیلی ساده است هیتلر خیلی کمتر از این در یک ماه در هیچ یک ماهی از جنگ انقدر بچه نکشته خب ولی هیتلر یک خطر برای بشریته و لهستان و اتریش وقتی که هدف حملش قرار گرفتن اگر به جای تسلیم می ایستادن ما یا شاهد جنگ جهانی دوم نمی بودیم یا عوارض جنگ دوم جهانی بسیار کمتر از آنچه رخ داد می بود الان جهان یک تشکر به ما بدهکاره که ما به خاطر غریزه بقا تا اینجا ایستادیم ما در برابر هیتلر زمان خودمون ایستادیم ما در برابر نسل کشی ایستادیم ما در برابر هولوکاست ایستادیم ما در برابر تبعیض نژادی ایستادیم ما در برابر آخرین پایگاه آپارتاید استدیم کی بهش میگه پایگاه آپارتاید کورش علیانی نه دیویست چهل صفحه گزارش دیدبان حقوق بشر این وضعیت ریل پلتیکس یعنی همین یعنی فکت ها رو ببینی نگاه واقع نگر یعنی واقعیت هم رو ببینی یک عنوانی اخترا بکنیم جمهوری اسلامی نگاه ایدولوژیک دارد خب دارد چیکار کنم چیکار کنم من اگر حاکمیتم نگاه ایدولوژیک داشت اگر حاکمیتم اصلا خیلی بد بود اخ بود آیا به من این وظیفه ابلاغ میشه که دست از بقا بکشم من باید زنده بمونم کشور من باید زنده بمونه این محور و مبنای حرف من از اول تا اینجاست رجب به دموکراسی اول خیلی واضح نظرمو دادم هیچ کس حق نداره رأی مردم رو مسدود و محدود بکنه استناد کردم به ترنس که من انسانم و هیچ امر انسانی با من بیگانه نیست گفتم مبنای دموکراسی من اینه سر حرفم هم دادم اگر کسی دوست داره به من بدبین باشه باشه درست من مثالی که حالا با هم صحبت کردیم دوباره مطرح میکنم اه فرض کنید یه مجتمع مسکونی 202 تا سکنه داره 202 تا ساختمون داره یکی از این ساختمون ها فرض میکنیم فرض حتما وحشیه افرادی که اصلا اونجا مماده قصف کرده و ساکنین رو داره اذیت میکنه ساکنین همون واحد خاص رو داره اذیت میکنه این صدای آزار و اذیت بقیه واحد ها رو اذیت میکنه مثلا بقیه هم ناراحتن که اون واحد مثلا داره بچه رو میزنه آزار میده بعضی وقتا میاد دورگیری میکنه و اینها دبیر نه در واقع من... شما در یه به واحد کریم آقا صحبت میکنیم کریم آقا تو اون واحد زندگی میکرد بعد یه روز صبح از خواب بیدار شدیم دیدیم سر کریم رو بریدن و مسعود اون توه و میگه اینجا خونه ای منه حالا فرض, فرض کنیم الان علام... و داره به زن آره، تجاوز میکنه دا... و هر روز داره اینا رو شکنجه میده درست, درست. خب... و اون کسی که شما بهش میگید چی مدیر ساختمون آره حال فرض آره، مدیر, مدیر ساختمون, میگه که مسعود تو مجرم نیستی یا ولی کاش نمیکشتیش بعد میگه خوب کردم کشتم حالا اجازه بدید من این مثالو نمیدم جلوتر بردم. نمیدم به این مثال بد به این مثال زشت به این مثال توجیهگر اجازه تر نمیدم نه نه توجیه نمیدم آقا مثلا <تصفح> اومده واحد واقعا حال تجاوز کرده خب آها و حالا م... یه مدیریت ساختمانی شکل گرفته 202 تا کشورم هستن 202 تا واحدم هستن آها. آها. گفتن آقا ما 202 تا واحد تصمیم گرفتیم فرض کنید سیاست دو کشوری در قبال ایشون اعمال کنیم ولی یه واحد میگه نه هر دفعه هر شب میره درش میزنه میگه آقا توی که این داری اینجا زور میگی خب یه سال دیگه اینجا نیست یا کدوم واحده واحد فرض کنیم ایران ما چند بار درشون رو زدیم ایشون که میاد تو خونه ما شکنجه میکنه آدمای ما رو نمیگیم میکشه پنج تا کشته میگیم شکنجه میکنه ایشون که میاد تو خونه ما ما چند بار رفتیم تو خونش چه مثال و اصلا فرض کنیم ما به اون مدیر ساختمون رأی دادیم خب دموکراسی کدوم بود اونی که با رأی میرن بالا یا اونی که با رأی میان پایین وقتی این دستش با اون یکیه و هزار بار داری میبینی چرا باید این رأی دادن پیدا کنه آقای گوترش چیکار کرد برای کشدار غزه نسل کشی آقا نسل کشی به لحاظ عددی و آماری نسل کشیه خب شاعرانه نسل کشی نیست من پست مدرن نیستم من ریاضی خوندم دونین صدام درصد آدم ها رو کشتن این نصد کشیه خب ای گوترش چی کار کرد؟ ای گوترش در مقابل وقاحت بلینکن که میره اونجا بعد از تمام این کشتار همین پیروز میگه اسرائیل نه تنها حق بلکه وظیفه دفاع از خود دارد چی کار کرد؟ من برای چی باید ادامه بدم این ماهده رو این ماهده یک طرفه رو بعد اصلا حاکمیت ایران میخواد ادامه بده خب ادامه بده به من چه من یه فردم به عنوان یه فرد حق دارم نظرمو بگم بگم این چرند جایی که پنج نفر میتونن بیان رای بدن بگن آقا هر چی که دیگرون گفتن همش کشک این ساختار چرند این ساختار غیر انسانی این ساختار تبعیض‌آمیز این ساختار ضد بشری این ساختار مقدم نسل کشی در غزه است آدم میکشند آقا این چه مثال عجیبیه من نمیفهمم واقعا نمیفهممش بیاید روی زمین روی زمین چه اتفاقی داره میفته روی زمین شما مورد تجاوزهای مقطعی واقع شدید چه از طرف اسرائیل چه از طرف آمریکا چه در زمان اکنون چه در زمان پهلوی یا کودتای 28 مرداد که دکتر جوری ازش صحبت میکنه انگار مال عصر پایین سنگیه نه آقا مال سال 1332 و جز شما دیگر اون هم مورد همین تجاوز ها واقع شدن بعد شما نیاید با دیگرون دست اتحاد ندید مبادا چی مخدوش شه اون چیه رو اسم ببر برام من اینجا میستم و سکوت میکنم تا تو سآلتو بپرسیم ما از ترس مخدوش شدنی چی باید سکوت کنیم حالا من مثال دادم دیگه خیلی مثال بدی بود درست آقای زیبا کلام بعد اینکه حالا دیگه جنبندی هم بشه هم شما اگه اجازه بدید راند آخرتون باشه و چون که با شما شروع کردیم آقای علیانی هم بسیار در خدمتتون هست ببینید آقای علیانی هیچ اشاره به جنایت هایی که حماس و جهاد اسلامی در هفتم اکتبر کردن 15 دام، پونزدهم مهماه میشه دیگه پونزده مهماه مهمه کردن نمیکنه و حضور شما عرض شودش که هیچ اشاره ای به رفتار جمهوری اسلامی با مردم خودش نمیکنه یعنی کسی داره صحبت از دموکراسی و اینها میکنه که آدم فکر میکنه مثلا ایشون شهروند نروژه شهروند سوئیسه خیلی خیلی واقعا شکفت انگیز یقه که ایشون واسه دموکراسی داره چاک میکنه ولی خب حالا به هر حال ببینید واقع مطلب این هستش که بسرم واقع مطلب این هستش که در خصوص اسرائیل و فلسطینیا راه حل ساده وجود نداره یعنی شما اگه بیای بگی غزه اینجوری شده یه نفر از شما یه نفر که هیچ علم و اطلاعی نداشته باشه از شما میپرسه که این اسرائیلی چرا اینجوری دارن غزه رو میکوبن اگه هیچ علم و اطلاعی نداشته باشه اون وقت شما شروع میکنی به اینکه اینجوری هستش اینا وحشیان مثل آب خوردن 7 میلیون 8 میلیون اسرائیلی رو میگی وحشی در حالی که یکی از دموکراتیک ترین دموکراسی های جهان رو ما امروز در اسرائیل داریم که هزارم میشه شما تو جمهوری اسلامی نداریم ببینید به قبلش اصلا به قبلش هیچ کاری ندارن که آقا چی شد که داستان قزه به وجود آمد من من به سهم خودم اون مقداری که تونستم گفتم که اون چه که در غزه داره اتفاق میفته اصلا باور نکردنیه اینو گفتم در این حال گفتم اون چیزی که روز هفتم اکتبر اتفاق افتاد توسط برقی از کارایی که کردنم اصلا آدم باور نمیکنه باور نمیکنه که یه عده آمده باشن این کارها رو انجام داده باشن بعد هی بخوایم بریم به عقب بگیم خب فلسطینیا این کاری کردن بعد اسرائیل این کاری کردن آه. آنچه مسلمه آنچه مسلمه چیزی که امروز میتونیم بگیم این هستش که اسرائیلیا عملا در غزه گیر کردن یعنی فرض بگیریم که مابقی همه هماسی ها رو بکشن همه هماسی ها رو به بین ببرن و بگن که خب دیگه تموم شد دیگه یه نفر هم که طرفدار حماس باشه دیگه الان تو قصده وجود نداره آه یه ما دیگه این اتفاق ممکنه بیفته نمیدونم دو ما دیگه ممکنه بیفته به قول انگلیس ها دنوات بعدش میخوایم چیکار بکنیم بعدشی. بعدش چی؟ بعدش میخوایم بمونیم غزه رو کنترل بکنیم. شما یادتون نمیاد علی جان ایشون فکر کنم یادش بیاد که چقدر اسرائیلیا مصیبت داشتن در رابطه با غزه تا قبل از سال 1304 که پیمان اسلو شد و غزه رو واگذار کردن به به, به فلسطینیا خب اگه بخوام تو غزه بمونیم که برمیگردیم به قبل از تحصیل کنید 1304 1384 1384, 1384. چقدر اسرائیلیا مشکل دارن در, در کرانه غربی رود اردن هفته ای نمیگذره که یه درگیری نشده بوده باشه ببینید در قزه چندین برابرش بود چون چون شرایط زندگی در غزه به مراتب سختتر و هولناکتر هستش از کرانه غربی بنابراین اونجا اعتراضات بیشتر بود اونجا درگیری ها بیشتر بود اگه بخواید بمونید اگه بخواید اسرائیلی اگه بخواید بمونید در نوار غزه که برمیگردیم به قبل از 1384 و تمام مصیبت هایی که بود این نشدنیه اگه بخواید این دو میلیون و هزار نفر رو حل بدید بیرونشون بکنید همشون بفرستید مصر این هم نشدنیه اولین دلیلش این که مصری ها قبول نمیکنند مثل مثل اقاب وایستادن توی گذرگاه رفع و حالا یه سری مجروح ها رو قبول میکنن یه سری خارجی هایی که اصلا فلسطینی نیستن اینا رو میزنن بیان بره تو این یک ماه به یه فلسطینی معمولی اجازه ندادن بره چون نگران این هستن که اگه درواز بشه حجوم میارن میخوام برم توی صحرای سینه این هم نشدنیه میخواین عقب نشینی بکنید بیایید از نوار غزه بیرون خب شیش ماه دیگه یه سال دیگه دو سال دیگه هماس دو مرتبه جوانه میزنه چه میخواهید بکنید من معتقدم راه حل راه حل همونی هستش که 1948 1327 75 سال پیش تصمیم گیری شد در مجمع عمومی سازمان ملل راه حل دو کشوره در اوج معجزه هزاره سوم معجزه هزاره سال رئیس جمهور بود یادتونه معجزه هزاره سوم به بیشترین خدمت رو به سهیونیستا به اسرائیلیا ها معجزه هزاره سوم کرد با اون بساتی که را انداخته بود که هولوکاست دروغه نمیدونم به اسرائیلیا جانی هن اسرائیلیا وحشی هن و و و و و و ببینید توی یک کنفرانس هایی بود که دانشگاه یوسیلیه برگزار میکرد منم حالا شرکت میکردم حالا ما بقیه اساتید هم دکتر بشیری و اینا بودن منم میرفتم شرکت میکردم تو یکی از این این کنفرانس ها هم اسرائیلیا می هم آمریکایی ها هم فرانسوی ها هم ایرانی ها هم فلسطینی ها هم مصری ها تو یکی از این کنفرانس ها، اوج احمدی نژاد بود اوج این که احمدی نژاد کنفرانس بین‌المللی میذاشته میذاشت و میگفت هولوکاست دروغه و نمیدونم خاخامای یهودی میومدن میگفتن آقای احمدی نژاد درست میگه نمیدونم هولوکاست دروغ بوده و اینها یکی از این کنفرانس ها بود حالا یا تو آتن بود یا تو استانبول بود صاحب عرکت رو دعوت کردن صاحب عرکت دو سه سال پیش به دلیل نمیدونم سرطان یا کرونا فوت شد یه آدم تحصیل کرده مسیحی فلسطینی بود و گوشت و پوست و خونش فلسطینی بود و یکی از مذاکره کنندگان اصلی این مذاکرات که با, با اسرائیلیا می من وقتی فهمیدم که صاحب برکت نطق میکنه نشستم و سخنرانیش که تمام شد چون واقعا من علاقه دارم به فلسطینیا من اسرائیلیا رو وحشی نمیدونم ولی به فلسطینیام علاقمندم رفتم پیش سایه برکت و گفتم دست بهش دادم و گفتم من ایران هستم اینا سایه برکت عجله داشت میخواست بره ما برای سخنرانی و میخواست بره به من گفتش که اسم احمدی نشاده نمیتونست بگه گفت مستر احمدی فهمیدم که رئیس گفت به ایشون بگو که ای کاش شما ایرانی ها و این مستر احمدی اینقدر که اصرار دارین اسرائیل رو از اون نقشه حذف بکنین نصفش اصرار میکردیم که فلسطین رو رو نقشه بیارین این چیزی بود که صاحب حرکت گفت که به مراتب یعنی اگه قرار بشه که من یه نفر پیدا کنم که سمبل فلسطین باشه احمدی نژاد نیست معجزه هزار سوم نیست ایشون نیست سایه برکت هستش چون گوشت و پوست و خونش فلسطینی بود ببینید چه بخوایم چه نخوایم چه بخوایم چه نخوایم راه حل در ایجاد دو کشور فلسطینی هستش این قضایی که تا به الان اتفاق افتاده نشون داد که جناه راست دست راستی هایی که در اسرائیل هستن حزب لیکود و نتنیا و اینها اینا امیدوار بودن که مسئله فلسطین شامل مرور زمان بشه دیگه فراموش بشه و اینها ما با عربستان داریم رابطه برقرار میکنیم با امارات کردیم با قطر کردیم با نمیدونم جهان عرب کردیم و اینا حالا فلسطینیان به هر حال یه اقلیتی هستن اینجا این قضایای این یک ماهه همون کشتاری که ایشون میگه که کودکان کشته شدن که درست هم میگه نشون دادش که نمیتونیم داستان فلسطینیا رو فراموش بکنیم و با تمام کشورهای عربی هم که رابطه داشته باشیم پیمان داشته باشیم هر چقدر هم با کشورهای عربی نزدیک باشیم پای جمهوری اسلامی هم چه وسط باشه چه وسط نباشه نمیشه با فلسطینا چیکار میخوایم بکنیم دو میلیون و دویست هزار نفر تو نوار غزه هستند دو میلیون و هزار نفر تو کرانه غربی رود و اردن هستند یه میلیون خورده داخل خود اسرائیل هستند بماند فلسطینیهای آواره که دو و نیم میلیون تو لبنان و تو اردن هستند با اینا بالاخره چیکار میخوایم بکنیم به نظر من این تحولات اخیر به جایی اینکه ما بیایم هی بگیم اینا وحشی اونا اینجوری اونا اون اینجوری بیایم بریم دنبال راه حل راه حل دو کشور این نظر بنده هستش ممنون از شما آقای علیانی شما عنوان کسی که شنیدید صحبت ها رو به من بگید من چند بار گفتم اسرائیلی ها وحشی هیچ بار الحمدلله ضبط شده بله. من گفتم اسرائیل وحشیه نه گفتم اسرائیلی ها وحشیه و این سیاهکاریه. ایجاد نوانس های کوچیک زبانی برای گرفتن انگشت هم به سمت حریف گفتگو سیاه این نشون میده اون اصخایی هم صادقانه نبود یک ترفند خیلی دلال معاب بود برای خیلی پشیمون شدم که ازت عذرخواهی کردم چون ارزششو نداشتی لایق عذرخواهی من نبودی خب پشیمون باشید برای اینکه متاسفانه داره رسوا میشه مادر ترفندهای دلال دل ما رو بذاریم کنار صریح باشیم من اونجایی که میگم آید دکتر سیاه کاری میکنن با ناراحتی میگم دوست ندارم این رو بزنم اما با دقت میگم عذر هم نمیخوام چون با دقت دارم حرف میزنم ها زمانی که فکتی علیهش پیدا بشه من سر میز مذاکره ننشستم من به بنگاه معاملات ملکی نیومدم من اومدم برای ادراک اومدم برای آگاهی آگاهی با قربونت برم رخ نمیده آگاهی با فکت رخ میده خب سایبریقات از دنیا رفته این ترفند استناد به مرده هام ترفند قشنگیه و کار آمده من هم هیچ وقت نگفتم من سمبول فلسطینم که حالا بخواد ارزیابی بشه سمبول فلسطین بودن یا نبودن من من سمبول فلسطین نیستم من از اول تاکیدم این بوده من یک ایرانی هم به عنوان انسان و به عنوان ایرانی مأموریت من بقاست اصلا من هرگز نگفتم راه حلی برای مسئله فلسطین دارم اما جیمی کارتر که ضربات بزرگی به کشور من زده اما مرد شریفیه در مقام یک رئیس جمهور سابقه ایالات متحده آمریکا مرد شریفیه پیرو به حل دو کشوری بوده تلاش های بسیار زیاد و عمده در این زمینه کرده یعنی مثل من کوروش علیانی تو خونش ننشسته پای لپتاپ کتاب بنویسه بارها و بارها در شرایط خطرناک در اوضاع مختلف رفته وارد سرزمین ها شده با طرف ها گفتگو کرده الان هم که میدونید دیگه نه مصاحبه میکنه نه چیز به خاطر اینکه وضعیت جسمی بدی داره من استناد نمی کنم به اینکه جیمی کارتر تو گوش من گفت فلان اونجا بودم دست دادم باش از این چیزا نمیگم میگم آخرین نظرهای مکتوب و عمومی شده جیمی کارتر رو ببینید ببینید چقدر امید داره به راه دو کشوری چرا چون راه دو کشوری از زمان قطنامه 181 که شروع امنیت تا امروز یک بنیان اصلی داشته تو تمام شکلهاش اونم این بوده که حاکمیت به شکل نامتقارن بین دو کشور تقسیم شده یعنی مثلا بانک مرکزی در اختیار اسرائیل ارتش در اختیار اسرائیل نیروی نظامی در اختیار اسرائیل این چرا حل دو کشوریه؟ به فرض که شما 50 تا کشور حق داشتید بشینید به جای 200 تا کشور و به جای یک سرزمینی که اصلا ربطی به شما نداره شما هیچ کدوم سکن اونجا نبودید تصمیم بگیرید یه رو قیچی کنید به دسته یه ده مهاجر مهاجر همه جای قاعده داره میاد تابعیت میگیره اونجا زندگی میکنه مشکلی نداره که اصلا حالا فرض کنیم شما حقی داشتید اینکه بانک مرکزی این کشور دست اون کشور باشه یعنی چی اینکه این کشور ارتش نداشته باشه اون یکی به جای اینم داشته باشه یعنی چی؟ این راحل مریضه. اما مسئله من پیدا کردن راحل برای موزه فلسطین نیست. مسئله من یک بقای منه، دو بقای کشورمه، سه این در گوش آقای دکتر بسیار بداهنگه، بسیار آزارش میده. ولی اینجوریه مسئله آخر من، مسئله نهایی من. ادالته عدالت در زمینی من خوشحال شدم آقای دکتر قبل از آغاز صحبت گفتش که تو خونهشون تفکیک زباله رو به دقت رعایت میکنن عدالت در زمینی که ما داریم زمین رو حتی نابود میکنیم با بیعدالتی با پلاستیک مسئله نهایی من ادالته و تویتر من هست در طول نزدیک سی روز جنگ تعداد ریتویت های من از اسرائیلی ها چندین برابر ریتویت های من از فلسطینی ها بوده نه نگاه همه این نیست که اسرائیلی ها وحشی هم. همه آدمیم یه ژنتیک داریم فرهنگه که و تصمیم فردیه که تص... رفتار ما رو شکل میده بله اسرائیل وحشیه سهیونیست منظورتون یعنی اسرائیل اسرائیل این حاکمیت من نمیدونم حتی میزان تعهد این حاکمیت به سیونیسم چقدر نمیدونم دیروز دیدید ویدیو رو تو من داشتن ربیه رو کتک میزدن پلیس اسرائیل کتکش زد کوبیدش زمین پرتش کرد تو اون حفره من نمیدونم اینا چقدر واقعا به یهودیت به سیونیسم به هر چیز دیگه اعتقاد دارن یا حاکمیت ها همینن پوز ایدولوژیک میدن شعار ایدولوژیک میدن و پایبند نیستن اما من همچنان برای آرمان های خودم میجنگم و راه جنگ من از گفتگو میگذره و نه از مذاکره به شیبه بونگاه من یه ذره کوتا میام تو یه ذره تمام های بشر از همین من یه ذره کوتا میام تو هم یه ذره کوتا بیا به من نشون بده خطا میکنم و من میپذیرم وقتی نشون نمیده خطا چرا انتظار داری من به خاطر ماچ و بوسه کوتاه بیام منو داره میزنه یارو اون یکی هم داره میزنه با سلاح هم میزنه یعنی زدن فیزیکیه زدن شاعرانه و استعاری نیست من چرا باید کتا بیام؟ اون کتا بیام. درست خیلی ممنون از شما خیلی ممنون برم. از آقای زیبا کلام من به نظرم حالا همین من ای دکتر فکر میکنم از شما صادقانه نبود ولی یه محبتی توش بود و این خدمت شما بگم من دوست ندارم شما دستگاه رو... صداقت سنج داری و من احساسم دارم. دارم میگم احساسم دارم میگم هیچ دستگاه صداقت سنجی ندارم و شما خودتون بهتر میتونید نظر بدید حتماً ولی چیزی که داشتم میگفتم این بود من دوست ندارم هیچ انسانی مخصوصا جناب که آدم پرتلاشی هستید رو برنجونم گفتگو گاهی به سمتی رفت که مقدار تیز شد ولی در این حال دوست دارم که من رو با همون لبخندهای های قبل ولی من از شما صادقانه میپذیرم و به هیچ وقت شما رو متهم به درویی و نفاق و اینها نمی کنم. در این مورد با هم اتفاق نظر داریم اون مورد اختلاف نظر هم باشه به مرور زمان حل میشه خیلی ممنون باز از دو عزیز که تشریف آوردن ممنون باز همینطور که شما گفتید و همینطور که آقای زیبا کلام هم تو این چندین سال ازشون دیدیم که اهل گفتگو بودن به نظر ما هم راه پایان این منازعه ها از گفتگو میگذره و امیدوارم که حالا با تمام این حوادث و حرف ها اون چیزی که برای مردم فلسطین و غزه داره الان سرشون میاد به پایان برسه و انشالله انشالله و نه مردم یه روز حال خوب و شادی رو اونجا ببینن خیلی ممنون از شما ممنون از مخاطبین عزیز و خدا نگهدار